ادامه توضیح و تفسیر کتاب وظایف قلوب خبوت لبابوت باب توکل فصل ششم. در ادامه مبحثی که تو این فصل آغاز شد در مورد کسانی که میگن که ما اول باید به اندازه کافی برای خودمون، اهل بیتمون و بعضی موقع برای حتی نسلهای بعدمون مالندوزی بکنیم که همه تأمین باشن، بعد شروع میکنیم مثلا برای خدا هم یک کاری میکنیم، وظایفی که در قبال خدا داریم، مثلا اگه صدقه یا صدقه است یا کمک به دیگرانه یا دیگر فرایض دینی که احتیاج به خرج کردن داره، میگن اول بذار ما خرج خودمون رو در بیاریم. یا مثلا ممکنه بگن که ما الان زیاد نمیتونیم تو را یاد بگیریم، باید اول تأمین بشیم، نه فقط برای امروز و فردا، برای سالیان و اطرافیانمون، اهل بیتمون، بعد مثلا آره بعدن که همه چیز جور شد بیشتر تو را میخونیم، مثلا میخونیم. و این طرز فکر بسیار بسیار اونطوری که نویسنده میخوان توضیح بدن و دادن زشته و گمراهی مطلقه. دلیل دوم برای این موضوع اینه که شکولا مکبل مشکون مخبرو یشلو کیتسوا اول بکاشاتو تیخلا. برای اینکه نویسنده گفتن این آدم ها قطعا دارن از خدا گروگیری میکنن، میگن که به ما یه چیزی گرو بده که برات یه کاری بکنیم. خب منظورشون اینه دیگه، میگن اول تو به ما هر چیزی که لازم داریم برای چندین سال بده، بعد که ما مطمئن شدیم که دادی، بعد ما برات یه کاری میکنیم. نویسنده میگه معمولا یکی از یکی گروهی میگیره، خب یه حد و مرزی توش هست. مثلا میگه یه چیزی به من بده که گرو بده که قیمتش به طور مثال اینقدر باشه، یه قیمت معینی یا یه شیء معینی. ولی اینا چیزی که میخوان از خدا گرو بگیرن بی حد و مرزه، برای اینکه میگن که بذار ما برای امروز و این ماه و امسال و چندین سال تأمین بشیم، نه فقط خودمون، همه اهل بیتمون و بعضی موقع از نسلامون هم به اندازه کافی براشون پول جمع بکنیم، بعد وقتی که اینا تأمین شد میپردازیم به اون وظایفی که در قبال خدا و بنده های خدا داریم. میگه که خب این که حد و مرز نداره. اخبال دعت از زد این کتل و کاشتو، همچین انسانی با همچین طرز فکری هیچ محدودیتی بر اون چیزی که میخواد نیست. که اینو یاده ما یسبیت لپرناساتو پرناسات انشه به تو میمامون اموتاریم ادیان متام. برای اینکه این که نمیدونه که چقدر کافیه برای رزق و روزی خودش و اهل بیتش، برای تغذیه اونها یا هر چیز دیگه‌ای که احتیاج دارن تا موقعی که زندن. موقعی که حد و مرز نداره، چیزی که از خدا میخوان اصلا حد و مرز نداره. و این حتی در مورد انسان هم وقتی که میخواد از یکی گرو بگیره زشته همچین خواسته ای و ممکن پذیرم نیست. به ای رو آیال و مامان کیفله کیفلای میمرش یا سپیکلو لا تانو اخ نفشو میپنه شکیتام نعلم میدت یمم اینا یدوا. میگه برای این که حتی اگه هم خیلی بیشتر از اون چیزی که لازم داره داشته باشه، هنوز راضی نیست و دلش قرار نیست، برای این که نمیدونه این اندازه و حد مرز اون چیزی که میخواد خودش هم نمیدونه چقدره، و همین خاطر که دلش قرار نیست. کسی که توکلش به خداه، همین که امروز روزی و رزق و روزیش هست، در مورد فردا فکر نمیکنه، برای اینکه همون فردا که خدا خواهد بهش زندگی داد رزق و روزی هم میده. این طرز فکرشه، این طرز فکر یه آدم متوکل به خدای که یه طرز فکر سالمه و دلش هم قراره. ولی این آدم
هرچی هم که داشته باشه هنوز دلش قرار نیست، برای اینکه کی میتونه بدونه که مثلا همه اهل بیتش چقدر زنده خواهند موند و چقدر احتیاج خواهند داشت. و هو سخال به مرش بیکش، و این جهل این آدمه که همچین چیزی ها طالبه. میپنش این لو تخلیط اصلو ولو شیور، برای اینکه داره یه چیزی میخواد که نه اندازه داره نه حد و مرز داره. پس خلاصه این مطلب دوم این بود که این آدم اون چیزی که از خدا طالبه، که میخواد از خدای گروگیری بکنه، این هیچ منطقی نداره و حتی در مورد آدم هم همچی چیزی زشته و غیر عادی، برای اینکه چیزی که میخواد حد و مرز نداره. و شلیشی شم مشکن ات خبرو ایننو ممشکن اتو الا ایملو کادملو خوف شو خیاب بو. میگه وقتی که من میرم از یکی گرو بگیرم، به اون شرط میتونم این کارو بکنم که خود من به اون آدم بدهکار نباشم. اگه خودم بهش بدهکارم که نمیتونم ازش گرو بگیرم، اول باید بدهکاری خودم را بپردازم. و اینو مشرب و مشرط موما و دینیمو، یعنی وقتی که من میام به یکی میگم یه چیزی به من گرو بده، باید حق با من باشه. ولی اگه من به اون بدهکارم که نمیتونم برم تا زرزش گروهم بگیرم. اول این کاب مول خبرو علاف خوود شو خیاب باهم، یعنی اگر یه به طور مقدمه قبلا این آدم بدهکار به اون شخصه و یادش یش و علاف خوود رویم اینو لبکش میمن و مشکن به شون پانیم، دیگه این نهایت گستاخیه که من به یکی بدهکارم هستم تازه برم بهش بگم که یه چیزی هم به من گرو بده. ولو یه راوی لکختو میمنو افیلو این میتندف با همه مشکن، میگه حتی اگه این دوست من بخواد به منم یه چیزی گرو بده، من نباید بردارم. اگه از روی سخاوتش هم بخواد منی که من بهش بدهکارم به من گرو یه چیزی بده، من باید از این کار دوری بکنم. کل شکن عبوره این مطلب صد البته در مورد خدای خالق انسان. شیش رو الادام مین خوبوت رویم منش ایلو هایو مکبتیم محسه کل بنه آدم به خلی متعالم لیش اخاد مهم، یعنی میگه که هر انسانی در قبال خدا بسیار بدهکاره، برای اینکه از روزی که به وجود اومده تا هر ثانیه که الان هست، میلیاردها میلیارد خدا بهش احسان و خوبی کرده. جسمی که بهش داده، بدنی که بهش داده، هر چیزی که بهش داده تا به این لحظه، پس کلی به خدا بدهکاره. بعد این نویسنده یه چیزی میگن که میگن که حتی اگه همه اعمال نیک همه انسانها که در همه ادوار انجام دادن، یه شخص این کارا را کرده باشه، همه کارهای خوبی که همه انسانها تو همه دوره ها کردن، لا یا مسبیک کل دیگمول تو با اخت می تو با تباره آلاف. مثلا یه آدمی همه کار خیری که همه انسانهای خیر از ابتدای خلقت تا آخر الایام انجام دادن و بدن و دارن میدن را، یه آدم اگه همه اونا را انجام بده، هنوز در قبال خوبیایی که خدا بهش کرده، برای یه کار خوبای خدا هنوز بدهیشا نداده. دوباره میگم، یعنی اگه یه آدمی اگه میشد همه کارهای خیر همه آدمهای خوب دنیا از اول خلقت تا آخر خلقت را انجام بده، همه را یه آدم اگه انجام میداد، هنوز در قبال یه خوبیهای خدا بدهیشا نداده که در قبالش کرده. حالا چه برسه که این آدمه همه که خیرهای کارهای خیر همه آدمهای خیر و خوب دوران را نکرده، تازه وظایف خودش هم هنوز اونطوری 100% انجام نداده،
دیگه ببینید چقدر به خدا بدهکاره در قبال خوبایی که خدا بهش کرده. بعد تازه میره به خدا میگه گرو هم به من بده، یعنی من تا موقعی که مطمئن نباشم که رزق و روزی و خودم و اهل بیتم و نسلام و برای چندین سال اینا تأمینن یا تا همیشه تأمینن، من الان وقت زیاد ندارم که مثلا زیاد تورا بخونم یا صدقه بدم یا به کسی کمک بکنم. این آدمه کلی به خدا بدهکاره، تازه داره طلبکاری میکنه و میخواد خدا هم یه چیزی بهش گرو بده. و اخلویت بایش زه از پانیم لبکش مینه بره شیکنیم تو ود گدولوت انمش کدم رو اصلو. و این میگه چجوری این انسان خجالت نمیکشه با گستاخی از خالق خودش بخواد که بهش خوبی بکنه و نعمات و رزق و روزی چندین سال آینده را بهش بده. بعد این حالیش نیست، اینطوری اگه خدا همه این چیزا را بهش بده تازه بیشتر بدهکار میشه به خدا. یعنی قبل از این که آدم وظایفش را در قبال خدا کرده باشه میگه تو به من همه چیزا بده که من وظایفمو انجام بدم. اولا که تا الانش انسان کلی به خدا بدهکاره، تازه اون چیزایی هم که در آینده از خدا میخواد داره خودش رو بیشتر بدهکار میکنه، تازه از خدا هم میخواد گرو هم بگیره. بشه مالایه شلم لو مشه نادر لو مینه عبودا بابور کلوت یا ماو بوبو کیتسو. بعد ممکنه که اصلا بگیم خدا همه چیزم بهش داد، برای خودش و اهل بیتش و همه این تأمینش کرد، بعد ممکنه که خدای نکرده وسط کار از این دنیا بره و هیچ کاری برای خدا نکرده باشه. به هایای خاد مینه خسیدی ممل بنی آدم، یکی از پرهیزکاران به آدم ها میگفته بنی آدم ای انسان ها هیتاخن شیتبع اتخم بره به خوات ممحرت و یوم ازه. آیا میشه که مثلا خدا به شما بگه که از شما درخواست بکنه وظایفی که فردا باید انجام بدید و امروز انجام بدید؟ به خیم به من شرطم خیابی مخراب به شانه و شنین، یا مثلا میگه که وظایفی که شرطم خیابی مخراب به شانه و شنین، یا وظایفی که در قبال خدا دارید در سالهای آینده را الان انجام بدید. این سوال را میکنه، میگه آیا همچین کاری خدا از کسی خواسته وظیفه فردا شا امروز انجام بده یا سال دیگه شا امسال؟ امرولو هیخی تاخن شنیه نتباییم به خوبوت هیامیم شین آنو یادیم این نیه عد شنگی علیه. بهش میگن چه سوالیه؟ اصلا چجوری آدم میتونه کسی ازش درخواست چیزی بکنه موقعی که معلوم نیست که این آدم فردا باشه یا نباشه؟ چجوری خدا از من میتونه درخواست بکنه که کار فردا یا کار سال دیگه را امسال انجام بدم یا امروز انجام بدم وقتی که من نمیدونم فردا و سال دیگه چی میشه تا موقعی که بهش برسم؟ به خیبه اینو باهم، پس چه خدا نمیتونه که ما رو موظف به چیزی که هنوز ما نمیدونیم هستیم یا نیستیم بکنه؟ اول آنو خیابی مبودا یه دعا بیزمن یا دعا. بهش در جوابش میگم ما هر وظیفه‌ای که داریم برای زمانیه که معینه، امروز که هستیم وظایف امروز، فردا که هنوز نیامده. نکشه نگی از من نتخیه به عبودا، وقتی که رسیدیم به اون زمان به فردا، وظیفه فردا فردا یا سال دیگه سال دیگه، نه اینکه امسال وظیفه سال دیگه را من انجام بدم سالی که از معلوم نیست چی بشه. بعد این آدمه گفت شنیدید خودتون چی گفتید؟ املاهم و خن عرب لخم ابرید بارخ لخلز من یا دوه طرف یا دوه. میگه که پس باید بدونید خدا هم برای هر زمانی مطابق اون زمان برای شما رزق و روزی کنار گذاشته، پس امروز که بهتون رزق و روزی و قدرت حیات داده وظایف امروز را باید امروز انجام بدین، نه اینکه بگی نه ما امروز باید به اندازه فردا و پس فردا و سالای دیگه و اهل بیتمون و اینا هم پول جمع بکنیم، وقت زیادی برای وظایف امروز نداریم. و کشر اینه نو توبه اتخم بابودا کدم ایتا،
و همچنین که خدا از شما طالب این است که وظایف زمانی که هنوز نیامده را انجام بدید، کن راویش یه بیفنخم بوشت تیمنع ادخم لبکش ترف شلوی گیایی تو. همچنین که خدا از شما وظایف روزها و سالهای نیامده را طالب نیست، شما هم نباید طالب رزق و روزی روزهای سالهای نیامده را از خدا بکنید و بگید ما وظایف را نمیتونیم انجام بدیم امروز برای اینکه فردا و پس فردا و سالهای دیگه باید تامین باشیم. اومد دو انی روایت خمه و کشی ممنو طرفه شانیم باد. بعد این پرهیزکار به اینا میگه پس چرا من میبینم که شما طالب رزق و روزی سالهای آینده هستید؟ مگه خدا از شما وظایف سال آینده رو امسال میخواد؟ نمیخواد، فقط امروز از شما میخواد. شما هم رزق و روزی امروز فقط از خدا بخواین و در موردش فکر بکنین. فردا هم خدا بزرگه، اگه فردا خدا زندگی داد رزق و روزی هم میده. اینخم یدگیم ایم یمخم یا گیو علیهم. و شما طالب رزق و روزی ایام و سالهایی هستید که اصلا مطمئن نیست که به اون سالها برسید. به توکشو لگدیم لخم ترف میشلو نیورا داین میشا و بانیم. نه تنها برای خودتون طالب رزق و روزی هستید، برای فرزندانی که هنوز از مادر به دنیا نیامدن دارید فکر این میکنید که اگه بچه بیارین ممکنه بعضی موقعی که هنوز ازدواج هم نکرده داره حساب میکنه من اگه ازدواج بکنم بچه دار بشم، برای همه این چیزا حساب و کتاب میکنه که بعد همه اینا تأمین باشه، بعد مثلا من ممکنه اگه وقت داشتم خب باشه یه ذرم تورا میخونم، یه ذرم به دیگران کمک میکنم. میگه نه تنها در مورد ایامی که نیامده از خدا طالبین، برای انسانایی که هنوز به دنیا نیامده هم از خدا طلب رزق و روزی میکنین. ولو یسپیک لخم امازون لبدو الا شرطه مکدیمی امازون متراب لزمنیم چهیلم یدویم ولو عروویم لخم. و نه تنها مثلا آدم میگه که از خدا من حداقل اون چیزی که لازمه برای رزق و روزی و غذا و اینها خدا به این بده در آینده، میگه شما برای چیزهای اضافه و اینها هم از خدا میخواییم برای ایام و سالهایی که هنوز نرسیده و هنوز مطمئن نیست که برسه. ولو دای لخم شینخم مکدیمیم لو عبودا لزمن آتید. یعنی نه تنها که شما کاری برای خدا که مثلا برای بعده را امروز انجام نمیدین، وظایف گفتیم ایام بعد و سالهای بعد را که الان انجام نمیدید، الا شینخم مخشبیم ایم نفشتخم به مرشید علمتم مین عبودا به مرش آورو مین ایامیم. میگه وظایف سالیان و روزهای بعد پیشکش داره به اونا میگه، من دارم نقل قول میکنم خیلی لای خطابم کسی نیست، به اونا میگه که شما کلی بدهکارید از ایام قبل. اینطوری نیست که وظایف ایام قبلتون را درست انجام دادید، از قبل کلی به خدا بدهکار هستید. حالا این که وظایف بعد و الان انجام بدید اون اصلا پیشکش، که اصلا خدا از شما توقعی نداره. اشر لو یتعلم مشلیم لخم ترپان باهم. میگه ایامی که تا این لحظه خدا هر روز به شما رزق و روزی داده، حالا کم و زیاد ممکنه ولی داده که تا الان زنده هستید، ولی شما دارم میگم خطابش اون آدم ها بوده، هر کی بوده ممکنه اصلا مثال باشه، خدای نکرده منظور به حضار نیست خلیلا. میگه به اونا میگه شما وظایف روزانتون تا به امروز که وظیفه داشتید و مار فردا نبود انجام ندادید، حالا چه برسه به اینکه طالب خدایید که در آینده هم بهتون بده که هنوز وظیفه ای ندارید که براش کاری بکنید و خدا هم وظیفه نداره به شما برای آینده الان بده. ولی در مورد قبل تا الان خدا هر چیزی که لازم بوده به شما داده، ولی
شما وظایفتون رو در قبال خدا یا انجام ندادید، یا درست انجام ندادید، یا کامل انجام ندادید. اینا داره به اونها میگه.